با سلام به شما بینندگان برنامه بالا ویزیون، در این برنامه به این خواهیم پرداخت که آیا ایمیل شما، جیمیل شما هک شده یا نه، یا کس دیگه این ایمیل های شما رو داره میخونه یا نه. برای اینکه این رو بتونیم متوجه بشیم، یه کاری که میشه کرد اینه که ببینیم که آی پی ها یا آدرس های اینترنتی که از اون فرد استفاده کننده به جیمیل دسترسی پیدا کرده چیا هستن. شما معمولا ایمیل خودتونی در خونه یا در محل کار دارید میخونید، برای همین آی پی های خونه یا محل کار در اونجا ظاهر میشه. برای اینکه این آی پی ها رو ببینیم، این آدرس اینترنتی رو ببینیم، میتونیم به ته صفحه جیمیل بیایم و بعد از کلیک قسمت دیتیلز میتونیم لیست این آی پی ها رو ببینیم. خب همونطور که میبینید این جدول سه تا ستون داره. ستون سمت چپش معمولا میگه که نوع دسترسی چطور بوده و مرورگری که باهاش ایمیل ها خونده شده چیه، و شما اگر خب خودتون میدونید که مرورگر فایرفاکس ممکن استفاده کنید، ممکن کروم استفاده کنید، اگر مرورگر دیگری میبینید در اونجا، خب باید شک بکنید که ممکن فرد دیگری داره ایمیل های شما رو میخونه. در ستون دوم محل اون آی پی رو به شما گوگل داره نشون میده که معمولا کشور رو، ایالت حالا یا استان رو به شما میگه، و این بهتون کمک میتونه بکنه که خب اگر دیدید یک فردی از یک کشور دیگه یا از یک شهر دیگه داره به ایمیل های شما دسترسی پیدا میکنه، خب سریعا میتونید متوجه بشید که این خود شما نیست و یک هکره. اگر بخوایم بیشتر خب محله رو ببینید و اونجا رو ببینید، اون آی پی هایی که لیست شده رو میتونید کپی بکنید در یکی از این وبسایت هایی که محله آی پی رو به شما نشون میده. برای این کار بریم به گوگل، آی پی رو جستجو میکنیم، چند تا از این وبسایت هایی که لیست شدن توسط گوگل رو ببینید و بعد از انتخاب یکیشون ما این یکی از آی پی هایی رو که کپی کردیم رو اینجا وارد میکنیم و محلش رو میبینیم. این معمولا این نقطه جغرافی حدودیه و خب همین که در نزدیکی خونه شما باشه یا در شهر شما باشه کافیه. متا یک چیزی رو دقت کنید که بعضی از این آی پی ها به موبایل شما ربط داره و معمولا اگر شما ایمیلتون رو از روی موبایل چک میکنید، این آی پی ممکنه خیلی دورتر از محل زندگی شما باشه، چون که شرکت مخابراتی که داره این سرویس موبایل رو به شما میده، جایی که آی پی اینترنتش هست لزوما به خونه شما نزدیک نیست و ممکنه یک جای دیگه باشه، ولی معمولا این آی پی ها هم ثابتن و میتونن شما بعد از یه مدتی اگر اینو هر روز یا هر هفته چک بکنید، میتونید ببینید که چه آی پی های معمولا اونجا ظاهر میشن. خیلی خوبه که حداقل بدونید آدرس آی پی خونتون چیه یا محل کار چیه، چون معمولا اینا خیلی سریع عوض نمیشن و ممکنه چندین هفته ثابت بمونن. بعد بازم اگر هنوز شک دارید که ممکنه واقعا یک کس دیگه داره ایمیلاتون رو میخونه، بهتره که از این انتخاب logout from other sessions رو انتخاب بکنید که تمام کسای دیگه روی اگر لپتاپ متفاوتی باشه یا موبایل متفاوت باشه، اینها رو به طور به قول معروف غیر مستقیم اینها رو لاگ اوت بکنید یا مجبور به خروج از ایمیلتون بکنید، و بعد از اینکه این کارو کردید سریعا رمز جیمیلتون رو عوض بکنید که اگر احیانا اون فرد رمز شما رو هم داشت، شما بتونید با عوض کردن رمزتون دیگه اجازه ندین که به ایمیل شما برگردن. متشکرم، تا برنامه بعد، خداحافظ.